همراه میشیم با لیلی خامنه، روزنامه‌نگار اقتصادی از فرانکفورت. خانم خامنه، یک سوالی که الان دوباره مطرح میشه اینه که چطور همچین فساد بزرگی در قسمت چای رخ داده و ارز به چه شکلی اصلا به شرکت‌های زیرمجموعه برند دبش تعلق گرفته؟ سلام و عرض ادب. بله، به سوال خیلی مهمیه، اما آنچه که باید بهش بپردازیم این هست که اصلا نکته عجیبش اینه که تا الان همین دستگاه قضایی ایران در مورد رقم دقیق این فساد گسترده صحبت نکرده و شنیده ها حاکی از این هست که این رقم بیشتر از این عدد هست و دستگاه قضایی اصلا تمایلی هم نداره که در این مورد صحبت بکنه و دلیل اصلیش هم این هستش که دستان بسیاری از مدیران، بسیاری از وزرا، بسیاری از راندخاران و ویژه خاران که انحصار صنعت چای دستشون هست و به عبارتی اگر بخوایم با ادبیات خودشون صحبت بکنیم سلطان چای در کشور هستند، در این فساد گسترده وجود داره، در فسادی که باعث شده مردم چای رو گرانتر از آنچه که باید بخرند. حتی امضایی که سازمان غذا و دارو هر بار برای این که این چای بیکیفیت از کنیا وارد بشه، چای درجه چندم رو بتونن چند برابر قیمت از کنیا وارد بکنند و این چای رو سازمان غذا و دارو امضا زده پایینش به عنوان چای با کیفیت هندی، حتی اونها هم در این فساد گسترده نقش دارن. این در حالیه که باید بدونیم که یک ایرانی، یک شهروند ایرانی در ایران بخواد یک مبلغ پولی رو جا به جا بکنه باید منبع پول رو نشون بده، باید سند نشون بده. این در حالیه که ما میبینیم حتی در تمام این مدت که تمام شیر خشک، مواد اولیه، کالاهای اساسی، همه این همش مداوم ناله کردن، تمام همین مقامات ناله کردن که ما ارزی در اختیار نداریم برای اینکه بتونیم اینها رو وارد کشور بکنیم. همین مقاماتی که میبینیم اگر دقیق بشیم میبینیم هر کدومشون به نوعی نقش داشتن در این فساد گسترده و سیستماتیک و در حال سهم خواهی هستند. اگر امروز الان میگن که ما با یک وثیقه سنگینی مدیرعامل این شرکت رو الان در زندان کردیم، اما باید ببینیم که نخیر، اینها کسانی هستند که در این دو سال اخیر 80% از این ارز رو به این فساد گسترده برای محقق شدن این فساد گسترده تخصیص دادند، امضا کردند و تمام اونها باید الان به میز محاکمه کشیده بشن. اما این میماند و شهروندانی که از جیبشون این پول رفته و باز هم کسی پاسخگو نبوده مثل پرونده های قبلی و فقط اعداد و صفرهایی هستند که مداوم تعدادشون بیشتر و بیشتر میشود. از صحبت های شما پس اینطور میشه برداشت کرد که این فقط یک فساد در یک شرکت خاص نبوده، یک فساد سیستماتیک، درسته؟ اگر کوتاه مایبت بفهمید. بسیاری از فسادهای دیگری که از گذشته تا الان بوده، ببینید الان در فرابورس مجموعاً 1500 میلیارد تومان این شرکت در چند وقت اخیر در چند ماه اخیر تأمین مالی کرده. باید بپرسیم چطور در تونسته از فرابورس با توجه به پرونده بدی که داشته تونسته این تأمین مالی رو بکنه. فرصت خانم خامنه تمام شد، عذرخواهی میکنم از شما. لیلی خامنه، روزنامه‌نگار اقتصادی از فرانکفورت.